سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه پروژهمون. خب ابتدا من اینا رو مشکی کنم، بکگراندش رو. خیر، زیر قسمت ای کامرس من میخوام خب دو تا از این کارتا داشته باشم، یه مقدار خاصی رو نشون بدم. میام اینجا، این از این کارت ها که اینجا از اسکور کارت ها انتخاب میکنم و میذارم اینجا. اندازش رو هم تا اینجا بیشتر نمیگیرم، اینا بذارید کوچیک‌ترش کنم از خودم بهتره. آره، حالا بعدا به اینا اضافه میکنم. خب قرار چی رو نشون بده؟ متریکی قرار نشون بده هستش ای کامرس کانورژن ریت، اینو قرار نشون بده. خب بعد توی بازه زمانی یک ماه گذشته و همچنین مقایسهش بکنه با یک ماه قبلش. اپلای یه همچین چیزی. خب بریم سراغ استایلش، از بالا بیم پایین. خب این که همینجوری باشه، همینجوری قشنگه. میگه آپشن دیگه هم میتونید بدید بچه ها، رنگاش رو میتونید عوض کنید، مثلا بالا سبز پایین قرمز میتونید عوض کنید با خودتونه. میام پایین، لیبل هم سفید باشه، همه رو وسط میکنم. بعد بکگراند رو مشکی میکنم طبق معمول و به نظرم دیگه چیزی دیگه نمیمونه. اوکیه، یه ذره فقط بازی استپ کوچیکش کنیم که اینجوری باشه. اینم میرم اینجا. خب اینو کپی میکنم، میارم زیر، یه ذره بازش کنم، اینم یه ذره بیارم بزرگش کنم اینو. خب برای دومی متریکی که انتخاب میکنم average order value، اینو میگم انتخاب بکنه که اینم اینقدر. خیلی عالی به نظرم کفایت میکنه برای کار ما. خیلی اینو بچه ها بچسبونید اینجا مثل بالایی، تمام این بالایی رو من همین کار کردم. خب بریم سراغ وسطی. برای وسطی هم خب من چی میخوام؟ ترند درآمدمو میخوام. اینجا یادتون باشه من یه ترندم قبلا داشتم برای سشن، همینو کپی میکنم. فقط قرار این به جای سشن بشه درآمد ریوینیو. میارم پایین، میذارمش اینجا، یه دفعه کوچیکش کنم. اوکی، و سشن میشه چی بچه ها؟ میشه ریوینیو، ریوینیو خالی. اوکی همین، بریم سراغ تاپ پرفورمینگ پروداکتس. خب بعد اینم من میام یکی از این بالایی ها رو کپی میکنم. خب مثلا اینو کپی میکنم، تیبل که این بالا داشتم و میارم اینجا. آها، اندازشم فیته. خب حالا فقط بعد مقادیرش عوض کنم. میخوام لیست محصولات رو اینجا داشته باشم، پس به جای پیج تایتل میکنم پروداکت. پروداکت در کنار چیا رو میخوام ببینم؟ میخوام تعداد خرید رو ببینم، یونیک، تعداد خرید یونیک رو میخوام از هر محصول ببینم. خب و همچنین یه پارامتر دیگه هم میخوام ببینم به اسم پروداکت ریوینیو رو میخوام ببینم، میزان سودی که هر محصول داره میده، فروش که میده. خب همینم کفایت میکنه، چیزش هم خوبه. اوکیه،
این هم میشه در حقیقت جدول آخرم. خب حالا بریم سراغ کار آخری که میخوام انجام بدم و میخوام این بالا یه چیزی اینجا اضافه کنم. خب اول بذاریم فاصله سفیدی که این پایین افتاده رو بچه ها اینو یه ذره چیزش بکنم از بین ببرم. میام توی لیاوت. خب این پایین این 2000 تا رو بکنید 1700. اوه 1700. خب بازم نه 1600. بازم نه 1550. یک کوچولو دیگه کمش کنیم 40. خوبه. خب این از این. حالا بریم سراغ اون کاری که میخوام انجام بدم. میخوام بچه ها یه ذره این داشبوردم رو اینتراکتیو بکنم، یعنی میخوام یه بالا یه اسلایسر توری یه مثلا منوی اضافه بکنم که کاربرم مثلا بیاد بر مبنای فاکتورهای مختلف داشبوردم رو تغییر بده. میام تو قسمت اد کنترل. چیا دارم اینجا؟ یه دونه دارم دیتا کنترل، دیت رنج کنترل هم دارم. خب مثلا این دیت رنج کنترل به من اجازه میده مقادیری که این پایین میبینم رو برای یک بازه زمانی خاص محدود بکنم. اینو انتخاب میکنم میذارمش اینجا. خب بعد اینو میذارم روی مثلا آپشن مختلف داره، مثلا last month ماه آخر apply. میگه از 1 می 2022 تا 31 می 2022 میتونم اینجا بزنم اینجا و این آپدیت میشه مقادیر اینجا. بعد میتونم اینو تغییر بدم، یعنی میتونم اینجا تقویمی دارم که میتونه کاربر من بیاد اینجا بازه‌ای که مد نظرش رو انتخاب بکنه و داشبورد متناسب با اون باشه. استایلش رو عوض کنم، بک‌گراندش رو بکنم مشکی و امکان وسط چین کردن هم باید داشته باشه طبیعتاً. نه نمیشه اون وسط چی میشه خراب بشه. همین خوبه. پس انجا من تقویم اضافه کردم که کاربرم بیاد این مقادیر رو که این پایین گذاشتم رو برای بازه زمانی که مد نظرشه ببینه. مورد بعدی که میخوام اضافه کنم بیم اینجا مثلا دیتا کنترل ببینم چیه به درد اون میخوره. روی نه این نه این نه این نیست. اینو دیلیت کنیم. این به دردم نمیخوره. چک باکس هم نه. ادوانس فیلتر چیه اینجا میاد؟ نه اینم خیلی پیشرفته است. نه اینو نمیخوام. دنبال یه چیزی هم دراپ داون لیست مثلا بذارم چی داره. خب بر مبنای دیت الان کنترل فیلدشو میذارم روی یوزر تایپ، نوع یوزرم مثلا این چیه که نیو یوزر باشه یا نباشه. یکو نیو یوزر ها رو حتی این یه متریک هم داره که اون چیزی نیست که من میخوام فکر کنم. متریک رو بذارید روی سشن بچه. متریک رو بذارید روی سشن. 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 یعنی کاربر جدید که میان چجوری وضعیت؟ مثلا میتونید مقایسه بکنید با کاربرایی که قبلا مثلا یه بار ویزیت کردن سایت شما رو، مشاهده کردن سایت شما رو. بک‌گراندش هم بکنم مشکی. پس الان اینجا کاربرای من 27% در حقیقت قبلا یه بار سایت من رو دیدن، 67% نیو ویزیتورن. میتونید دوتاشو با هم ببینید اگه دوست داشتید، اینجوری تیک بزنید با هم ببینید. این چرا جاش میره؟ این خوب نیست. بذارید ببینم دراپ داون باشه. اوکی سینگل سلکت باشه یا اینیبل نه بذار اینجوری باشه. تکستش هم سفید باشه. هدرش هم اینو رنگش عوض کنم چجوری میشه؟
سفید. چک باکسش رو سفید. نه. چک باک این بالاشو بذارید مشکی بمونه. بذارید قرمزش کنم. بعد بکگراندی که مشکی کردیم. بوردر کالرش هم بکنم وایت. هیدر تکس و الاخر. آها اینجوری شد. خیلی خوب. این هم قشنگ شد. خب این هم از دومین گزینه که اضافه کردیم. مورد بعدی که میخوام اضافه کنم، بذار من یه زنی رو کوچیکترش کنم، یا نه کوچیکتر هم نه، میتونم زیرش اضافه کنم حتی، یا نه بذار کوچیکش کنم، بذار این رو بیارم اینجا. خب این رو بیارم اینجا. یکی دیگه میخوام اضافه کنم، این هم یوزر تایپ دراپ داون لیست بذارم اینجا، یه ذره کوچیکش کنم. میخوام بر اساس دیوایس هم باشه، یعنی نوع دیوایسی که کاربر اومده. اینو میذارم روی سشن دوباره. سشن کنترل فیلد رو میذارم روی دیوایس تایپ. دیوایس کاتگوری بخشید. خب و دوباره بذار اینو کپی کنم اصلا دیگه، چرا هی دارم میرم اضافه کاری انجام، اینو کپی میکنم میارم اینجا، اینو بذار فردارم چون دیگه استایلش رو ندارم درست کنم. ای بابا بیاد اینجا. خیلی خوب، فقط اینکه این میشه چقدر اذیت میکنی منو. دیتا میشه دیوایس تایپ، دیوایس کاتگوری. خب که گزینه مختلف دارم، دسکتاپ، موبایل و فلان. الان دسکتاپ 66%، موبایل 27% و 27000 تا ببخشید و تبلت هم 1000 تا است. این پس میتونید بر اساس اینا هم کنترل بکنید. من این ستا رو انتخاب میکنم. میارمش این وسط. اینجوری قشنگ تره. خیلی خوب. و مورد آخری که میخوام بهتون بگم اینه که من اینجا یه فیلتر گذافه کردم برای دیوایس کاتگوری، درسته؟ این پایین یه چارت دارم که همین دیتا رو من نشون میده، دسکتاپ و موبایل رو نشون میده. میتونم یه حرکتی بزنم، اینو انتخاب کنید بچه ها. بیاید پایین یه گزینه داره به نام کراس فیلترینگ، اشتباه نکنم همین، آره اینو فعال میکنم. ببینید چه اتفاقی میفته بچه ها. من اگه بیام روی دسکتاپ کلیک کنم این دیتا عوض میشه، یعنی این خودش حکم فیلتر رو پیدا میکنه، در همون کاری که اون فیلتر اون بالا میکنه. یعنی میشه با کلیک رو این کارو کرد، یا مثلا بیام رو موبایل بزنم الان دیتا به نسبت به موبایل میشه. یعنی شما میتونید خود این پای چارت رو تبدیل بکنید به یه فیلتر. خب این کارو میتونید بکنید، یا حتی جنسیت هم میتونید کار بکنید، انتخاب کنید کراس فیلترینگش رو فعال بکنید و خیلی شیک میتونید به جای مثلا این گزینه که این بالا گذاشتم از این استفاده بکنید. خب اینم از این. بریم بیایم فکر کنم یک دو تا مبحث دیگه بیشتر نمونده که بحث گوگل استودیو رو تمام کنیم و بعد از اون دیگه فقط پروژه انجام میدم براتون، یعنی میام اگزمپل با هم انجام میدیم. فعلا خدافظ تا جلسه بعدی.